از دست رس من دو تو به چشم جملالا جاریم چون چشم اینو دروای تو پریدا عوصر آگرگ جونا بی خیال تو دمی گونی نتوانا هر طرف پرز تو من با تمنای وصالا من چنون زارا با پیش شوکت و شان و جلالا رسم عاشقی چه باشا از تو پر هر نفس من در میان سمان تو کسے ماں بے قسم تو کسے ماں دروائے تو پریدا اوسرا گرگ جونا بے خیالے تو دمیا زندگانی نتوانا الله الرحمن الرحیم ماه رمضان تلاش میکنیم که مشکلاتی که وجود داره، البته مشکلاتی که از نظر شما هست، ما اونا را رفع میسازیم در این برنامه و خیلی خوشحال هستم و همکارایم، ما به نمایندگی از همکارایم خیلی بسیار زیاد خوشحال هستم که در این لحظات ناب شما ما را برای دیدن انتخاب کردین و ما با شما هستیم در ثانیه هایی که واقعا بهترین ثانیه ها است و امیدوار هستم که تا پایان این برنامه شما بیننده رسم عاشقی باشین. خب حتما میدونین که برنامه را دیدین، با روال برنامه آشنا هستین. میریم در آغاز برنامه بسته تصویری که از کمک کردن مهمان شب گذشته ما هست او را با هم میبینیم. بعد از دیدن این بسته برمیگردیم با مهمان امشب ما در رسم عاشقی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، در برنامه دیروز رسم عاشقی ما نامه محمد نسیم خان را به دست آوردیم و اطلاع حاصل کردیم از مشکلات اقتصادیشان و ما
وعده کردیم، یکی از دو پیشنهاد بر از اینا ایست که یا 50,000 افغانی ما امر از اینا کمک میکنیم و یا ای که ماهوار 3,000 افغانی به شکل دوامدار ما بر از اینا همکاری میکنیم و در ماه مبارک رمضان مبلغ 10,000 افغانی امرشان کمک میکنیم. امی دو پیشنهاد امرای نسیم خان شریک میسازیم. هر یک از این دو پیشنهاد که بر از اینا قابل قبول است ما آماده هستیم که امر را بپذیریم و به خدمت شما باشیم. خب نسیم خان، از دو پیشنهادی که ما خدمتتون عرض کردیم کدامش بر شما مفید تمام میشه که ما با مو عمل کنیم؟ امی 50,000 را قبول دارم که چرا خاطر که تا بیگاه میگردم امی 50,000 باشه که یک دکانه کنم، یک سودا ما دادم و ایش بردم کارمون جور شد. تو وقت افغانه ما برایم میایم در کابل، در مندهی کابل با اونجا کراچیگر دارم و کراچی را میگردانم میگردانم تا که یک نفر یک چیزی پیش باشه و بگوید که نیره تا یک جای ببر و نگه بارش سبک بوده کنه سبک هم میگیرم میبرم و هر طرف بار خدا داد در مقابلشون پیسه میده برم. دوستان گرامی، پیامی که من و تمام هموطنان عزیز دارم بخصوص آن عده دوستان که توانمندی اقتصادی دارن ایست که اینا با هم همکار باشن. هموطنایی که مشکلات اقتصادی دارن با اونا ما باید دست همکاری بدیم. پیام من سخن جدیدی نیست، پیام من قول جناب پیغمبر علیه السلام است که 14 قرن قبل از امروز به ما ارشاد کردن. اونا می فرماین که مسلمانان و یا مثال مسلمانان در همکاری، در ترحم و دوستی ایشان مانند یک جسد واحد است که اگر یک عضو از جسد به درد شود تمام و یا سایر اعضای بدن بیدار خواب و در تب می باشد. امیدوار هستم که همکاری های و تعاون ما در بین ما وجود داشته باشند. اگر در داخل جامعه ما بین هم همکار باشیم انشاءالله که مقدار زیادی از فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. خیلی ممنون از الطاف همیشگی و بیکران شما و باید بگیم که در سرزمینی که سالها هست که واژه‌هایی مثل فقر و ویرانی و آوارگی معنی میشه، زن افغان در این حالتها باید از خود مقاومت و ایستادگی نشان بده، در عین ظلم و خشونتها باید از خود مقاومت نشان بده، در عین فقر باید از خود سخاوت نشان بده. بعد موضوع خیلی مهمی را که یادآور شوم این هست که امروز مصادف بود با روز مادر. این روز تبریک میگم بر تمام مادران عزیز و رنج دیده افغانستان. امیدوار هستم که مشکلات و سختی هایی که در زندگی وجود داره از سر راه برداشته شود و دست ها همه تلاش میکنند تا مشکلاتی که در زندگی و بخصوص بر سر راه خانم ها وجود داره کمتر شود. انشاءالله که مادران عزیز امروز از اولادایشان تحفه گرفته باشن، هرچند که من میدانم برای مادرهای عزیز و دوست داشتنی تحفه اونقدر مهم نیست، همین که اولاد خوبی داشته باشن همین بزرگترین تحفه هست. جا داره که همینجا بر مادر عزیز خودم هم تبریکی بگویم. انشاءالله که برنامه را ببینم و موضوع بعدی بسیار سپاسگزار هستیم از تماس های شما عزیزان، از نظریات شما، از پیشنهاد های شما. شما میتونین که اگر میخواین در این برنامه ما شما را دعوت کنیم با شماره تماس برنامه زنگ بزنین. شما الان در تصویر میبینین شماره تماس، یک بار براتون میخوانم: 0729 00 81
85 0729 0081 85 و همچنان میتونید که به ایمیل آدرس برنامه رسم عاشقی advantvmedia.com بر ما پیام بگذارین. مهمان امشب ما، شما میدونین که ما هر شب مهمان میداشته باشیم در این برنامه، مهمان امشب ما خانم محترم دلبر نظری وزیر امور زنان هستن که تا حال نرسیدن، در راه هستن، ما منتظرشان هستیم انشاءالله که کمی زودتر برسن، ما منتظرشان هستیم و امیدوار هستیم که برسن بخیر. خب بریم یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم انشاءالله در ادامه گپ ها و سخن ها در برنامه. انشاءالله قبول باشه طاعات و عبادات تمام شما عزیزان، طاعات و عباداتتان لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه در این روزهای مبارک. باید گفت که مهمان عالی قدر ما خانم دلبر نظری وزیر امور زنان در یکی از چهارراهی های نزدیک دفتر در راهبندان هستند و ما منتظرشان هستیم. ای کاش کم زودتر حرکت میکردن که کم زودتر میرسیدن به دفتر، اما با هر حال ما منتظرشان هستیم انشاءالله که از ازدحام ترافیکی زودتر نجات پیدا کنن و بخیر برسن به دفتر. خب این فرصتی که باقی هست، یعنی همون فاصله بین این که تا مهمان ما میرسه، ما میریم یک مروری می داشته باشیم و برنامه های شب های گذشته، یعنی از شب اولین برنامه را می خواهیم یک مروری بر شما داشته باشیم. اولین مهمان ما می دانیم که جناب بشردوست بودن، می خواهیم یک مروری به کمک اونا داشته باشیم. میریم با هم می بینیم بسته تصویری را برمی گردیم. چند روز پیش از تلویزیون یک آقای لشکری با من تلفن کردن، گفتن که در این ماه مبارک رمضان یک ابتکار بسیار خوب گرفتن که برای بعضی افرادی امتن ما که فقیر هستن غریب هستن یک کمک شود. 7 سال پیش همین مرض مرا گرفت. ما 7 سال پیش همین 3 سالش یک دوره ایسیسو کار را میتونستم، گشتان میتونستم، یک آن آشپزدیگه کام میکدم، مگم دیگه اینال 4 سال شده میخوانه افتیدیم. پاکستان رفتم، فلج بودم بخی. پاکستان بالا یک 30,000 قرض کردم رفتم پاکستان. بازدم اونجا خداوند تعالی همونه بریم شفا کرد کمی فلجی من گم شد. باز این حال ده 4 سال ده نمیخوانه هستم. دیگه این حال شکرم سرم زوراوری میکنه پشارم. این گردایم هم یکم گرفته بخی رفته نمیتونم. دیگه اینجا گفت که عملیات میکنیم 3 لک روپا بده. گفتم 3 لک ندارم، اما مرگ قبول میکنم، 3 لک ندارم. بعد من در جریان برنامه به خواهر ما مریم جان گفتم که من 20,000 افغانی به این فامیل کمک میکنم، تمام سالش من تضمین نمیتونم که نان درست بخورن، اما حداقل در ماه مبارک رمضان اینها اگر بتونن یک نان درست بخورن، این بزرگترین ثواب است. خدا روزی همیان خورو هم کردای من گفته اگر این دیمی که تو نیم سرک برام بود. بیست هزار افغانی، 60,000 افغانی چی جمع نمیکره و وعده کرده بودیم به سردار محمد جان. پیامی که من دارم این است که در کشور ما من میدانم که یک تعداد افراد است که مثلا اگه 1,000,000 دلار از حساب بانکیشی کم شود شاید هیچ متوجه نشود، اما در کوچه همین افراد هموطنان ما از خاکشان از خونشان گریسنه زندگی میکنند. امیدوار هستم که کسانی که توان دارند به اندازه توان خود یک خرما بخشیدن ارزشش میلیون ها افغانی است، به خاطر که توان انسان است. هر کدام ما به اندازه توانی که داریم از همان کوچه خود، از همان محل خود و با مردم خود کمک کنیم. یک برگ سبز تحفه درویش اگر بتونه یک فامیل ماه مبارک رمضانش خرمای افطاری رو ما بوده بگیریم، من فکر میکنم بزرگترین ثواب میشود. خیلی خوش آمدین، لطف کردین که
با ما هستین در رسم عاشقی. بس را با هم دیدیم، حتما بایدتان آمد گپ ها و سخن هایی که در اولین برنامه ما داشتیم با جناب بشر دوست. باید بگویم که خوشبختانه مهمان ما تشریف آوردن، وزیر صاحب خانم دلبر نظری وزیر امور زنان آمدن در استودیو هستن. خیلی خوش آمدین، امیدوار هستم که از راوندانی که هست در شهر کابل به خیر رسیده باشین برنامه. تشکر. ما امروز واقعا تلاش داشتم که زودتر برسم، اما با برنامه‌های مختلف بودیم، امروز مصروف بودیم، موفق شدم که آمدم پیش شما. سلام برای شما، سلام برای تمام مادران عزیز و مهربان. ما از صمیم قلب امروز روز مادر برای تمام مادرای عزیز تبریک میگم. به نمایندگی از هیئت رهبری وزارت امور زنان از دور دست مادرای عزیز خدا بوسه میکنم. مادرای ما همیشه صحتمند باشند و خداوند از هر فامیل مادرای ما را کم نسازند. ان شاء الله. ما هم این روزا بر شما تبریک میگم. واقعا قدم رنجا کردین که تشریف آوردین، افتخار بخشیدین بر ما. خب روزهای رمضان هست و اکثرا پرسش های نخستین که در بحث ها میشه همین هست که روزهای رمضان چگونه میگذره. ان شاء الله که این روزها برای شما هم خوب گذشته باشن. اما میخوایم صحبت ها رو از جای دیگه آغاز کنیم. ما از کارکردهای فراوان و مثبتی که در طی سالهایی که شما کار کردین میدانیم، کارهای خیلی مفیدی داشتین برای خانم ها و همچنان در عرصه های متفاوت. اما اگر بیایم از شما بدانیم که شما خیلی کار کردین، از لحاظ مشکلات، البته مشکلاتی که بر سر راه خانم ها وجود داره، مشکلات زنانه در افغانستان به چند کاتگوری میتونیم تقسیم کنیم؟ بله، واقعا حرف شما دقیق است. به وزارت امور زنان هر خواهر ما که آمدن کارهای خوبی را انجام دادن و ما هم به نوبه خود یک تعداد زیاد کارهایی که مربوط خواهرای ما میشه ایره با هم همگی اجراات کردن. اما مشکلات ها، واقعا ما مشکلات ها داریم که اولین مشکلات هایی که ما شما فعلا در افغانستان داریم که برنامه های ما تطبیق نمیشه، مشکلات امنیتی هست. ما نمیتونیم که غیر از مرکز ولایت ها و ولسوالی ها کار و فعالیت را داشته باشیم. مشکلات ها هست. و مشکل دومی که واقعا برای سر رای خانم ها هست، مشکلات فرهنگی هست، مشکلات های سنتی هست. ای برای خانم ها واقعا یک مانی هست. مشکلات هایی است که موانی را ایجاد میکنه و مشکلات هایی داریم که برای خانم ها آزار و اذیت ایجاد کردن در پارک ها، در مسائل دفترداری، در ادارات. اما ما به خاطر از بین بردن این مشکلات ها وزارت امور زنان تلاش کرده که ما مقرره منع آزار و اذیت زنان از طریق کابینه افغانستان به تصویب رسید و در این روزا در تمام ادارات دولتی وزارت امور زنان تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که از طریق تفاهم‌نامه‌ها بتانیم که این مشکلات ها را آیسا آیسا حل بسازیم و کمیسیون‌های را در داخل خود نهادهای دولتی باید ایجاد شود تا بتانند اینا یک مراقبت جدی بکنند و این مقرره منع آزار و اذیت زنان و ادارات تطبیق شود. بسیار عالی. وزیر صاحب، فکر می‌کنین که وزیر شدن در وزارتخانه‌ای که مربوط میشه و کسایی که با مشکلات خیلی زیادی روبرو هستن و ظلم خیلی زیاد میبینن، کار آسانی یا کار سختی هست؟ وزیر شدن کار مشکلی هست. هم مشکل است و هم ما چالش هایی را پیش رو می داشته باشیم. اما تا حد توان همه همکارا، خود وزارت امور زنان با هیئت رهبریش تلاش میکنیم برای رفع مشکلات. ما برنامه های را می سازیم تا بتانیم که موفق بدر بیاییم. اما تلاش وزارت امور زنان در راستای رفع مشکلات همیشه با نشست هایی که داریم، با جلساتی که با هیئت رهبری می شینیم، کوشش ما همی است که باید در مقابل هر چالش ها باید راه های حل را پیدا بکنیم. شخصا چه برنامه هایی به عنوان راه حل به خاطر رفع این چالش ها وجود داشته؟ مثلا شما می فهمید که خشونت ها داریم در هر ساحه خشونت ها هست. باز وزارت امور زنان
کمیسیون عالی من خشونت هم در سطح مرکز است که در ریاست یزدان خودم به دوش خودم است و هم در ولایات داریم. این کمیسیون عالی من خشونت میتونه که با تمام عضویت که کسایی که عضویت دارن مویسیبا هستن، از ادارات مختلف هستن، هر کدامشان در باره مشکلاتی که هست، چالش هایی که پیش روی است، یک رای حل را در کمیسیون ما در نظر میگیریم. به خاطر از بین بردن مشکلات ها تلاش میکنیم، با هم مکانیزم از را در نظر میگیریم. تلاش ما در این قسمت همی است. همچنان در ولایت ها ما کمیسیون عالی من خشونت کمیسیون من خشونت بر ریاست والی صاحبا داریم که اینا در هر ماه جلسه خود دایر میکنن و مشکلات خواهرها رسیدگی میکنن. یعنی خانم هایی که در روستاها زندگی میکنن نسبت به خانم هایی که در شهر هستن در اولویت قرار دارن در این مسائل؟ بله، در اولویت. ما در 34 ولایت افغانستان رئیس های امور زنان خود داریم، مدیریت های حقوقی خود داریم. صدای خواهرای ما را تا حد امکان خواهرایی که مراجعه میکنن متضرر هستن صدایشان را میشنوند. بسیار عالی. واقعا ما شاهد از این هستیم که مشکلات زنان در افغانستان نسبت به گذشته واقعا درصدی حال کمتر شده و امیدوار هستیم که این مشکلات روز به روز از سر راه خانم های محترم برداشته شود و بالاخره ما هم تبدیل شویم به کشوری که هیچ مشکلی نداشته باشه یک خانم وقتی میخواد کار کنه، وقتی میخواد زندگی کنه. خب اگر اجازه شما باشه یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم در ادامه رسم عاشقی. سپاسگزار هستیم از اینکه شما بیننده رسم عاشقی هستین و لطف کردین که این برنامه را انتخاب کردین برای دیدن. خب شما میدونین که مهمان ما وزیر صاحب هستن، وزیر امور زنان خانم دلبر نظری. خیلی خوشحال هستیم که اونا را در کنار خود داریم. میخوایم همراه وزیر صاحب برم کنار دیوار آرزو، دیواری که پر از نامه های کسایی هست که بر ما فرستادن و ما تصمیم داریم در این 30 شب یک آرزو را توسط مهمان هایی که دعوت میکنیم برآورده بسازیم و دل یک بنده دیگر خوش بسازیم. وزیر صاحب بفرمایید که بریم پیش دیوار آرزو. بفرمایید وزیر صاحب. وزیر صاحب این دیوار پر از آرزوهایی است که کسایی که واقعا نیازمند هستند بر ما نامه فرستادن. میخواییم که شما هم یکی از این نامه ها را بردارین. خب وزیر صاحب نامه را برنامه بتین، انشاءالله در لحظات بعدی برنامه ای را برای بیننده ها خواد خواندم. خب بر شما باید بگویم که میریم قرائتی می داشته باشیم از قاری صاحب یک تشریف آوردن برنامه، قاری صاحب محمد نبی، و بعد از او انشاءالله ما را حتما دعا کنین. بعد از اذان در حضور شما خواهیم بود. قاری صاحب بفرمایین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم. إن شاء الله که طاعات و عبادات لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه و در این لحظات ما را هم حتما دعا کنین، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین که ما نیازمند دعای خیر شما هستیم. تشکر میکنم از قاری صاحب محمد نبی، ان شاء الله که روزه و نمازشان قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. وقفه بعد از وقفه در ادامه رسم عاشقی. سپاسگزار هستیم از شمایی که بیننده رسم عاشقی هستین. انشاءالله ما را از دعای خیرتان فراموش نکرده باشین. وزیر صاحب، چند ماه پیش یا شاید هم چند سال پیش، مش دقیقا یادم نیست چه زمانی بوده، یک خانم در ولایت پروان یکی از اولادهایش مجبور شد که بفروشه تا بر دیگر اولادهایش بتانه یک غذایی تهیه کنه و مواد غذایی بخره. شما در کنار از اینکه وزیر هستین، یک مادر هم هستین، واقعا چه حسی داره ای که یک مادر مجبور شوه که یک اولادش بفروشه و اولادی را که با هزار زحمت به دنیا آورده و از خون و جسم خودش تغذیه کرده؟ دقیق است، با همچه مسائل زیاد در زندگی روبرو شده. زمانی که ما 5 سال وکیل مردم بودیم با این مسائل زیاد روبرو شدیم و خصوصا ولایت های که ما زندگی داشتیم مشکلات ها زیاد دیده می شد و همچون مسائلی که ما روبرو هستیم روبرو می شدیم، ما تلاش بکردیم که برای همچون خواهرای خود به هر قیمتی که باشه باید برسیم. زمانی که همچون مسائل ها را که ما در ولایت خود می دیدیم، در ولسوالی ها می رفتیم، از نزدیک می دیدیم، با اینا همکاری میکردیم، کمک میکردیم و صدای از اینا را به داخل پارلمان افغانستان می آوردیم، مشکلات های از اینا را کوشش میکردیم که از هر طریقی باشه یا از اما معاشی که خود ما میگرفتیم. ما به همچه خواهرها به صفت یک خواهر، به صفت یک مادر رسیدگی میکردیم. بسیار عالی. وزیر صاحب، از زندگی خودتان کمی بر ما قصه کنین. شما چگونه یک زندگی داشتین؟ شما با بعضی محرومیت های زندگی مواجه شدین یا نه؟ دقیق است، بله. خودم در ولسوالی خلم ولایت مزار شریف به دنیا آمدیم، فرزند اول مادر و پدر بودیم، در یک فامیل متدین، در یک فامیل که متوسط. اما در اون فامیل هم پدر مادر زیاد حمایت میکردن، ناز میدادن، توجه میکردن به خاطر تدریس ما، به خاطر رفتن به مکتب ما. بالاخره اون توجه مادر و پدر بوده که ما تحصیلات خود را دوام دادیم.
بعدم به خانه شوهر آمدیم، همه قسم یگانه خود از زن خوشبخت احساس میکنم که در پهلوی ما شوهرم بوده که همیشه مرا حمایت میکرده و خصوصا زمانی که من در پارلمان را یافتم اینمی حمایت شوهرم بوده که من به پارلمان را یافتم. بعدم به وزارت امور زنان معرفی شدیم. البته شما بزرگان میگن که در حقیب هر مرد موفق یک زن موفق است. من ایره براتون به صراحت میگم که در عقیب هر زن موفق یک مرد موفق بوده. بله، من برشان سلام از تلویزیون زیبای شما میفرستم. اونا یک کمی مریض هستند و دو فرزندم هستند که یک فامیل مختصر دارم و درسایشان مصروف است. همیشه در زندگی خود توانستیم که برای یک هموطنیم، برای یک خواهرم، برای یک برادرم نظر بتوانیم، برش رسیدگی بکنم، همکاری بکنم. اینمی آرزویی میده. بسیار عالی. وزیر صاحب، از زمانی که شما در خدمت مردم بودین، در خدمت زنان به خصوص، بر ما بگوین که با گونه ای که خودتان میخواستین آیا تانستین خدمتی را که بر زنان مشخصا بکنید، تانستین همو خدمت کنید یا نه؟ بله، من هر کس باید از خود شروع بکنن. ما هم در زمانی که اگر وکیل بودیم یا آل به صفت وزیر در وزارت امور زنان هستم، هر کس از خود باید شروع بکنن، خودش تلاش بکنن. تا زمانی که خود ما تلاش نکنیم، خود ما به خاطر موفقیت های خود مبارزه نکنیم، هیچ وقت به جای رسیده نمیتونیم. ما برای خواهرای خود آرزوی نمی است که خواهرای عزیز، شما در هر فامیلی که زندگی میکنین، در هر فامیلی که هستین، خودتان باید به خود تلاش بکنین، مادر و پدر قناعت بدین، خواهرایتان قناعت بدین، خودتان مبارزه را شروع کنین. تا زمانی که خودتان به پای استاد نشوین، هیچ کسی برای شما کمک کردن نمیتونه. انسان خودش تلاش بکنه که به پای خودش باید استاد شود. بسیار عالی. همیشه گپ ها و سخن ها از اینجاست که زمینه ها باید به اون گونه ای که مساعد باشن نیست. بله. و من با نظر شما کاملا موافق هستم که تا وقتی که خود خانم ها دست به دست هم نتن، مشکلی حل نخواهد شد در افغانستان. بله. انشاءالله که بازم میگم که مشکلاتی که هست تا زمانی حل نمیشه که همه ما زنها دست در دست یکدیگر نتیم. هر زمانی که ما یک دست شدیم، این را باور داشته باشین که همه مشکلات حل خواهد شد. خب اگر اجازه شما باشم یک وقفه باید بگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم. رسم عاشقی را حتما ببینین تا پایانش. سپاسگزار هستیم از اینکه شما بیننده رسم عاشقی هستین. امیدوار هستم که امروز با خوبی سفری کرده باشین. یک بار دیگه هم روز مادر را بر تمام مادران عزیز تبریک میگم، بر تمام عزیزانی که بیننده این برنامه هستن، مادران عزیز. وزیر صاحب، بر ما قصه کنین از اینکه تا حالا شده کسی آماده باشه و کمکی از شما خواسته باشه، کمک کرده باشین برو و او کمک همیشه در ذهنتان حک شده باشه؟ بله، من یگانه آرزوی همی است که دختر و بچه های ما باید رشد بکنن، به خاطر که ما آینده را بر زمان ها میسپاریم. اما من خودم شخصا به صفت یک مادر تلاش کردیم که برای خواهرایی که یک امید دارن به طرف ما میآیند، امید میکنن، آرزو میکنن که از اقتصادشان، از مشکلاتشان برای ما صحبت میکنن، ما باید او جوانای خود را ناامید نکنیم. تا حد توان برشان یک همکاری خود باید داشته باشیم. من در زندگی خود بسیار راضی هستم، خوش هستم که نظر به توانیم، نظر به ما خواستم که بتوانم به همچون محصولین جوانیم که ضرورت دارن برشان کمک کردیم. همین شب و روزم از طریق تلفن خودم ما ندیدیم این جوانا را، از طرف سمت شمال ماستن. چهار جوان محصل داریم که میگه مادر جان مرا همکاری بکنین. برشان گفتیم که انشالله
مدام طول روز برتان همکاری میکنم ان شاء الله. بله ان شاء الله. خب وزیر صاحب اجازه شما باشه من نامه را بخونم. بفرمایید بفرمایید جان. سلام به همه. زیاجان هستم. زیاجان هستم، مادری که یک بچه دارم و دو دختر. بچه ایم چند مدتی میشه که لادرک است. دقیقا زمانی که به ایران رفت ما هیچ احوالی ازشان نداریم. طفلک هایش هر شام به امید این که پدرشان میآید گاهی نیمه سیر و گاهی گشنه میخوابند. و صبح را به بهانه این که پدرشان به مزدوری رفته شام می کنند و به همین ترتیب عمر کودکانهشان را می گذرانند. من هم با دردشان آشنا هستم، چون وقتی شوهرم را از دست دادم درد از دست دادن نزدیکان را بسیار خوب می دانم. مادر پیرم هم مثل ما بیکس است و همراه ما زندگی می کند. در خانه کرایی روزگار می گذرانیم. کسی ندارم، مجبورم خودم روزانه در زمین های مردم کار کنم و روزانه بسیار یک پول ناچیز برم می تن و گاهی هم کمی سبزی حاصل این کارم است. اما در مقابل همه مشکلات ضعیف هستم و نیاز به همکاری دارم. آرزوی فارغ شدن از دغدغه‌های روزانه زندگی که همین سیر کردن شکم فامیلم است را در این ماه رمضان بدل دارم. برای رسیدن به این همه آرزو یاریم سازید. وزیر صاحب، می‌خوایم صحبت‌های شما را داشته باشیم. بخاطر وقت برنامه بسیار کم باقی مانده، خیلی کوتاه اگر صحبت‌های شما را داشته باشیم عالی میشه. بسیار خوب وزیر صاحب، نامه را خواندم براتون. میخوایم از شما بشنم که شما چه همکاری میتونید با این فامیل. بسیار خوب، ما همچه فامیل ها را داریم و خصوصا به خاطر بروز افتخار روز مادر، ما در ده فامیل که بی‌بضاعت بودن، فامیل های شهید بودن، ما همراهشان همکاری کردیم. باز هم به این خواهر ما را همکاری میکنیم. انشاءالله فردا شما را دعوت خواهد کردیم در دفتر و او فامیل هم دعوت خواهد کردیم و همکاری شما را، یعنی شما را با او فامیل وصل می سازیم. خیلی سپاسگزار هستیم که با وجود از اینکه خیلی مصروف بودین امروز تشریف آوردین. سپاسگزار هستیم از اینکه در این برنامه حضور داشتین. شما تشکر از شما که مرا در این برنامه تان دعوت کردیم. موفق باشین. سلامت باشین شما. با پایان برنامه امشب رسیدیم. انشاءالله که شما این برنامه را دیده باشین. بازم بر شما میگم که اگر میخواین در این برنامه حضور داشته باشین، شماره تماس ما هست، ایمیل ما هست و سپاسگزار هستم از تک تک شماها. وقت خوب و خوش بر همه شما میخواییم. خدا نگهدارتان. شب بخیر.